بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحالیم که در 35 هفته خداوند به ما توفیق داد که امروز شاهد حدود 6000 میلیارد تومان طرح‌های مربوط به برق و همچنین توزیع برق در 3 استان مهم سیستان و بلوچستان، خوزستان و خراسان رضوی باشیم. همه ما میدونیم که صنعت برق چقدر برای ما اهمیت داره، زیرساخت تولید، زیرساخت تحول، زیرساخت رفاه مردم هست. خب برگردیم به سالهای قبل، مخصوصا در دوران جنگ تحمیلی، که مردم در روزهایی بود که چند ساعت بیشتر برق نداشتن، بیمارستانهای ما گاهی برق نداشت. خب به حمد الله یکی از افتخارات دولت 11 و 12 این بوده که در تابستان ما قطعی برق نداشتیم، یا اگرم بوده موارد بسیار محدود و کوچکی بوده. و در این سالهای اخیر وزارت نیرو با طرح استمداد از مردم، که واقعا هر کجا مردم با همه قدرت وارد بشن، ما به یه نتایج فوق العاده دست پیدا میکنیم. خب همطوری که آقای دکتر اردکانیان توضیح دادند، ما به طور متوسط سالی 2500 مگاوات برق رو اضافه کردیم در طول این دولت، و انشالله تا پایان دولت به حدود 20000 مگاوات برق جدید خواهیم رسید، یک مقداری هم شاید بیشتر. در حالی که خب آغاز انقلاب کل برق کشور 7000 مگاوات بوده، و این نشون میده که به اندازه کل برق رژیم گذشته ما 3 برابر در این دولت فقط برق تولید کردیم، و این کار بسیار ارزشمندی است برای کشور، مخصوصا وقتی ضمیمه میشه با کیفیت. یعنی زمانی که ما میبینیم در برق تلفات برق ما کم میشه و تلفات برق ما تک رقمی میشه. امروز تلفات برق ما 9% هست، 9.2% هست، و این بسیار مهم. پایداری شبکه ما اضافه میشه، اتصال برق ما، سنکرون شدن شبکه برق ما با همسایگان داره انجام میگیره، روستاییان عزیز ما از برق دارن استفاده میکنن. دولت تدبیر امید برق روستایی 20 خانوار رو به پایان رساند. یعنی ما امروز در کشور یک روستای 20 خانواری نداریم که دارای برق نباشه. الان در فکر خانوارهای 10 روستایی هستیم که اونها هم برقدار بشن، بخشی از اونها هم دارای برق شدن. اینکه ما در هر ماه 35 روستای ما به شبکه برق متصل میشه بسیار مهمه. اساساً دولت تدبیر امید یک دولتی بوده در تمام زمینه‌ها، تحولی که در روستاها ایجاد کرده قابل مقایسه با دولت‌های قبل نیست، چه از لحاظ گاز، چه از لحاظ برق، چه از لحاظ آب، چه از لحاظ ارتباطات، چه از لحاظ بهداشت، چه از لحاظ راه کار بسیار، چه از لحاظ آموزش. در مجموع ما در دولت تدبیر امید مدارس غیر استاندارد، کپری، مدارس که به صورت ساختمان نبود، جاهای متحرک بود، تقریبا در این دولت جمع شد به طور کامل. بنابراین برای روستاها کار خوب و بسیار عظیمی انجام گرفته و ادامه پیدا میکنه انشاءالله. بهبود راندمان برق ما بسیار برای ما حائز اهمیت هست. و نکته‌ای که گفته شد که ما امسال درست 2500 مگاوات برق تولید کردیم و نیروگاه‌های جدید رو تأسیس کردیم و افتتاح کردیم، اما یک رقم بالایی هم حدود 4000 مگاوات برق مجازی ایجاد کردیم. یعنی برقی که میبایست ما نیروگاه میزدیم تا در لحظه پیک
بتونیم برق رو اداره کنیم و خاموشی ندیم، با کمک مردم، با تغییر ساعات استفاده از برق، کاری شد که به حمدالله ما تونستیم بی‌نیاز بشیم از این سرمایه گذاری هایی که خیلی ضروری نبوده. و همطور که اشاره کردند، ما رشد برق ما در سالهای قبل حدود 5% بوده و امسال حدود 1% بوده. این به این معنا هست که مردم ما کاملا همراهی کردند و کار بسیار خوبی که اعلام شد و دولت مصوب کرد و اعلام کرد، مسئله برق امید بود که انشاءالله آثارش در پایان ماه آذر اعلام میشه، که مردم عزیز ما، اونهایی که کم مصرف هستند، از دادن پول برق معاف میشن و این یک هدیه کوچکی است برای اونهایی که صرفه‌جویی رو به طور کامل مد نظر قرار میدن و توجه میکنن. یک رقمی حدود 30% مردم دارای برق مجانی میشن و همین کار به زودی راجع به آب و راجع به گاز انجام خواهد شد. یعنی دولت تدبیر و امید یکی از آثار ماندگارش برق امید هست و همچنین در آب و گاز به زودی، که برای بخشی از مردمی که کم مصرفن و البته به طور طبیعی محروم هم هستند، اینها پول آب و برق و گاز نخواهند داد. و اون نکته‌ای که سالها پیش امام فرمود ما آب و برق شما مردم مستضعف رو مجانی میکنیم، این کار در این دولت تحقق پیدا کرد و اونهایی که به ناروا توهین میکردن و میگفتن اونچه امام گفته عملیاتی شدنی نبوده و نخواهد بود، اتفاقا عملیاتی شدنی هست و شد و در این دولت انجام خواهد شد. همه اینها به ما یک امید جدید میده. ما در شرایط تحریمیم، حالا کلمه تحریمم ما به کار میبریم یک کلمه دقیق نیست، ما در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و جنگی که به ما تحمیل شد در این 3 سال از لحاظ اقتصادی به مراتب بدتر از جنگ تحمیلی 8 ساله بود. اون جنگ 8 ساله جنگ نظامی بود، این جنگ جنگ دفاعی نبود، این جنگ جنگ اقتصادی بود، البته جنگ سیاسی روانی اینا هم بود، اما عمدتا جنگ اقتصادی بود. هیچ کس، نه آمریکا نه اروپا، هیچ کس در دنیا فکر نمی کرد که ایران در این جنگ اقتصادی 3 سال به خوبی مقاومت کنه. این رو به این دلیل میگم که بسیاری از رهبران دنیا به صراحت به من گفتن و از من سوال کردن چجور شما کشور رو اداره میکنید، چطور تونستید کشور رو اداره بکنید. درست مردم ما در رنجن، در زحمتن، در مشکلاتن و مردم مقاوم بودن و مردم ما رو یاری کردن، اما در این 3 سال تحریم آب قطع نشد، در این 3 سال تحریم برق قطع نشد، در این 3 سال تحریم گاز قطع نشد، در این 3 سال تحریم ما نیازمند نشدیم گازوئیل و بنزین رو از خارج بخریم بلکه صادر کردیم. در این 3 سال ما گندم خودکفا بودیم، میتونستیم رو پای خودمون وایسیم. در این 3 سال تحولات بزرگ در راهن، در جاده، در بندر به وجود آوردیم. در این 3 سال تحولات بزرگ در بهداشت و درمان به وجود آوردیم. این همه تخت‌های بیمارستانی که فقط در این 1 سال اخیر 11,000 تخت بیمارستانی در کشور ما اضافه میشه، در تاریخ ایران بی‌نظیره. اونهایی که چشم بینایی ندارن که خدمات دولت رو ببینن، باید یه مقدار دقیق شن و ببینن دولت در شرایط سخت، البته با کمک مردم، البته با کمک شرکت‌های خصوصی، کمک شرکت‌های عمومی غیر دولتی، قوای دیگر، نیروهای مسلح، همه به کمک ما آمدن. ما هم کشور رو اداره کردیم، هم بدترین سیلی که آمد اون رو تونستیم اداره کنیم، بدترین زلزله‌ای که آمد تونستیم اداره کنیم. در این حال این تحریمی که از سال 97 شروع شد بدترین تحریم بود، در 98 ما مهار کردیم. در 98 از پایان بهار هم
تورم ما آرام آرام کاهش پیدا کرد و هم رشد اقتصادی ما در سال 98 رشد اقتصادی ما مثبت بود. در سال 99 البته از پایان 98 دچار یک مصیبت جدید شدیم و اون کرونا بود که موضوعی است که در این یک قرن دنیا یک همچون مسئله‌ای نداشته. همه دنیا دچار مشکلات شدن. رشد اقتصادی همه کشورهای بزرگ شما می‌بینید یا کاهش پیدا کرد یا منفی شد رشد اقتصادیشون. البته این فشار به ما هم وارد شد به طور طبیعی، اما در این حال از این معضل هم ما عبور میکنیم. ما امروز شرایط مهار کرونا ما نسبت به کشورهای پیشرفته غربی، شرایط ما بدتر نیست و در مقایسه با برخی از کشورها شرایط ما بهتره. میبینیم با یک برنامه‌ریزی خوب ظرف دو ماه، ظرف دو هفته ای که گذشت، تونستیم شرایط رو تا حدی کنترل کنیم. الان شما گزارش خراسان رضوی، یکی از استانهای بسیار شرایط بد ما بود در چهار هفته پیش، امروز شرایطش، البته من آمار همین سه چهار روز اخیر رو مرتب نگاه میکردم، به حمدالله داره به شرایط نرمال به تدریج برمیگرده. کار بزرگی دولت داره در همه زمینه ها انجام میده در این شرایط بسیار سخت و مشکل. و من در اینجا این نکته رو میخوام بگم برادران عزیز، همه اونهایی که در کشور مشغول خدمتید، در مجلس، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح، همه دست به دست هم بدیم، همه در پی ایجاد امید باشیم، همه در پی ایجاد ثبات باشیم، هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخوایم حل، هول نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه، اصلا غصه اینه نخورید که این دولت مسائل رو تمام میکنه و حل میکنه، نه، شما حل کنید. ما دست همه رو میبوسیم، اونهایی که به ملت ما کمک کنن، به مردم عزیز ما کمک کنن. بذارید با حوصله، بذارید با تأمل، بذارید با خردورزی، بذارید با دقت، بذارید اونایی که تجربه 20 چند ساله در این امر دارند و میدونن باید چه کار بکنن و در دیپلماسی موفق بودن و در دیپلماسی آمریکا رو بارها و بارها در این 3 سال در سازمان ملل شکست دادن. بگذارید ما با تأنی، با دقت کارمون رو انجام بدیم. از شما هم خواهش میکنیم، شما هم یاری کنید، کمک کنید. همه برادریم، همه هدف واحد داریم. البته ما میدونیم هر قوه‌ای هر کاری میکنه با نیت خیره، میخواد کمک کنه، میخواد کار رو سریعتر انجام بده. اما با هم مشورت کنیم، با هم هماهنگ باشیم، هم فکری بکنیم، کارها رو دقیقتر، پخته‌تر پیش ببریم انشاءالله و پیش خواهیم برد. و مردم ما در صحنه هستن، مقاومت مردم اصل اساسی است. اگر دولت پیروز شه در سایه مقاومت، نظام پیروز شه در سایه مقاومت، رهبری رهبر معظم انقلاب، مقاومت مردم دو پایه اساسی برای موفقیت ما در همه روزهای سخت بوده و امروز هم مسیر مقاومت ما و هدایت رهبری مسیر پیروزی ما خواهد بود انشاءالله. و السلام علیکم.